از برای خدا یک امروز در تمام دنیا، در هر جایی که بشینی، در هر خبرگزاری، در هر کنفرانس، در هر جایی، هیچ دلیل دیگری ندارن غیر از اینکه بگن چرا مدارس دخترانه بست است. از برای خدا باز کنید. چرا فرصت برای دشمن میسر میکنید؟ چرا دهنهای کثیف اینها رو بر علیه امت اسلامی باز میکنید شما؟ حق شرعی زن و مرد است که طلب علم بکنه. باز کنید مدارس رو. بابا جان اعلام بکنید که یک سال دیگه باز میکنید، شش ماه دیگر باز میکنید. بگذارید این آخرین سلاحی که در دست این بدبخت های دین فروش از دست اینها گرفته شود. یک کمی به وضع ملت توجه بکنید. از واسطه گری، از رشوت خوری، از کاغذ پرانی ها جلوگیری بکنید. باور کنید بعضی از مسائلی که گفته میشه واقعیت هایی است که ما خود ما دیدیم. یک برادری دلسوز، یعنی دوستان نزدیک من، خاص به خاطر اینکه برم در افغانستان در سایه حکومت اسلامی زندگی بکنم، پول و دارایی خودش رو از سرمایه خودش از اروپا جمع کرد، رفت در افغانستان که بخواد در اونجا یک کار تجاری بکنه. باور کنید شرط و شرایطی به خاطر گرفتن یک جواز تجارت برای او گذاشتن که بیچاره توبه کشید، برگشت و بس دیگه توبه به این وطن میرم، دم بلاد کفر زندگی میکنم. باور کنید کسانی هستن که از کنسولگری ها، سفارتخانه‌ای که به دست شماست، تا همین ادارات داخلی در داخل افغانستان، به خاطر بدنام کردنشون، همین مامورایی که هستن، بعضیشون متاسفانه حتی از حکومت سابق، به خاطر بدنام کردن شما مردم را اذیت میکنن. و بعضی از کسانی که شما به اونا اعتماد دارین، از همین اندیوالای شما به اصطلاح، چون که یک اندیوالیزم متاسفانه وجود دارد، امروز کارهایی میکنن که اسلام بدنام میشه، دین بدنام میشه، طالب بدنام میشه، ملا بدنام میشه. و من بارها گفتم، بازم تکرار میکنم، این آخرین فرصت برای مسلمان ها در افغانستان است. اگر شما هم شکست بخورید، اگر شما هم نتوانید حکومت بکنید، اگر شما هم به داد این ملت نرسید، بعد از شما دیگر جایی برای اسلام و مسلمان در افغانستان نخواهد ماند. مجاهد رو بدنام کردن، جهاد رو بدنام کردن، طالب رو، ملا هرم اگر بدنام شود و این حکومت شکست بخورد، بعد از اون دیگر کیست که به نام اسلام میخواد در افغانستان حکومت بکند؟ اینا که سالی که نکوست از بهارش پیداست. از همین الان معلوم است که احمد مسعود و دار و دستش کیا هستن. چهار تا رافضه و دین فروش و وطن فروش و ناموس فروش رو جمع کردن، امروز جبهه مقاومت درست کردن. اینها باور کنید دوباره اگر افغانستان حاکم شوند، بعد ببینید، بعد جوهای خون رو ببینید در افغانستان، بعد اون جنگ های داخلی دهه 90 رو فراموش خواهید کرد. پس فرصت ندهید کسانی که امروز بهانه جویی میکنن برای افغانستان رو دوباره به جنگ و درگیری کشندن. رحم کنید به حال ملت، رحم بکنید، دست از لجاجت بردارید. الله سبحانه و تعالی این حقوقی است که به این مسلمان ها داده. شما مانع حقوقی که الله داده نشوید. اختلافات یا سلیقه های خودتان را بر عموم مسلمان ها شما حاکم نکنید. دست از تعصب های مذهبی بردارید.